هر بار که یخهای قطبی فرو می ریزند، یک زنگ خطر دیگر به صدا در می آید. گرمتر شدن کره زمین و بحران تغییرات اقلیمی. اما حاکمان روسیه شاید این را یک فرصت بشمارند. تصاویر تازه ماهواره از تأسیسات جدید نظامی روسیه در مناطق قطبیش نشان می دهد که روزها بر این مناطق چشم دوختند. سالهاست که روسیه در امتداد هزاران کیلومتر از مرزهای قطبی خود مشغول بازسازی و نوسازی توان نظامیش بوده دولت های غربی در پیمان ناتو که همپای روسیه در مناطق قطبی حضوری نظامی دارند نگران هستند و بعضی اتاقهای فکر آمریکایی میگویند روسیه میخواهد مطمئن شود که اگر جنگ اتمی رخ دهد میتواند قبل از آن که خودش نابود شود دشمنش را هم از بین ببرد روسیه وعده سلاحهای پیشرفته را میداد که کارشناسان غربی میگفتند رؤیا پردازی است اما حالا همان کارشناسان میگویند این سلاها در شرف بهرهبرداری برداری هستند از موشک هایی که می تواند تمامی سواحل کشورهای همجوار مثل آمریکا و نروژ را آلوده به مواد رادیواکتیو کند و ده ها سال غیر قابل زیست تا زیردریایی های رادارگریز و ناوهای یخشکنی که می تواند وسط زمستان دل یخ را بشکافند و از آن عبور کنند من فکر می کنم هر کشوری منافع خودش رو داره اینجا روسیه وطن ماست و ما از اون حفاظت میکنیم اما روسیه فقط به دنبال برتری نظامی نیست آب شدن یخهای قطبی شاهراهی را از شمال روسیه باز می کند که زمان و مسافت کشتیرانی و نقل و انتقال کالا از آسیا به اروپا را نصف می کند و روسیه خواهد توانست از امتیاز تسلط بر این مسیر حیاتی برای کسب سود و درآمد استفاده ببرد بخش بزرگی از ساکنان مناطق قطبی در خاک روسیه هستند اما این جمعیت رو به کاهش است تحقق برنامه های روسیه یعنی بازگشت کار و اشتغال و مردم به این مناطق کار و اشتغال در اینجا یعنی بهره برداری از نفت و گاز نهفته در زیر این آبها و زمینهای منجمد نفت و گازی که استخراج و مصرفش در همان وهله اول باعث به هم خوردن نظم طبیعت زمین و آب شدن یخهای قطبی شده اما برای دولت روسیه منافع ملیش اینجاست بسته به اینکه چه تعریفی از منافع ملی به دست دهیم روسیه همچنان مشغول پاکسازی یکی از نواحی قطبیش از نشت عظیم گازوئیل است که طبیعت ناب این کشور را تخریب کرده دو سال پیش میلیون ها هکتار از جنگل های سیبری به علت گرمای بیسابقه در آتش سوخت و یک وضعیت اضطراری ملی ایجاد کرد و بالاخره خطر مرگبار نشت مواد رادیواکتیو از این فعالیت های نظامی و هسته‌ای که قبلا در ابعاد کوچک رخ داده بود ولی دولت روسیه ظاهرا از جنگ سردی دیگر در این مناطق سردسیر ابایی ندارد و آماده از پرچم خود را بر مناطقی بزند که طبیعت مقرر نکرده بود کسی بر آنها پرچم بزند سیاوش اردلان بی بی سی